سلام دوستان با پیام هفتگی در خدمتتون هستم این هفته از دک پست لایف یا زندگی های گذشته دو تا کارت کشیدم شما میتونید هر کدوم از این کارت ها رو انتخاب بکنید و پیامش رو گوش بدید یا هر دو رو به عنوان آگاهی از گذشته در نظر بگیرید کارت اول امور مالی رابطه شما با پول تحت تاثیر تجربیات زندگی گذشته شما قرار گرفته است برای مثال ممکن است یک عمر فقر شدید داشتید و یا حتی ثروتمند بودید بسیاری از مردم در تلاش برای پسانداز پول هستند در زندگی های قبل شما شاید از طریق ثروت جمعی تأمین می جایی مثل صومعه قبیله یا روستا که نیازهای همه را تأمین می در آن دوران چیزی به نام حساب های پسنداز فردی یا دارایی های جداگانه وجود نداشت. در نتیجه ممکن است متوجه شوید که امور مالی شما یک راز گیج کننده و ناراحت کننده است. درآمد شما ممکن است بالا و پایین شود تا زمانی که با این واقعیت کنار بیایید که در حال حاضر در یک جامعه سرمایهداری غربی که بر اساس فردگرایی عمل می کند تجسم یافته اید. برای بهبود این وضعیت درک کنید که پول صرفا انرژی است و می تواند برای اهداف خوب یا منفی استفاده شود. بدانید که پول به خودی خود خونساست. کاری که با آن انجام می دهید مهم است. به نیت کمک به دنیا از طریق انفاق و سخاوت عمل کنید. این یک فضیلت شریف است. کارت دوم کهکشانی شاید این اولین باری باشد که روی سیاره زمین آمده اید. اگر چنین است، احتمالا احساس بیگانه بودن می کنید. گویی به آن تعلق ندارید. آداب و رسوم زمین مانند ازدواج و پدر و مادر شدن برای شما طبیعی نیست بنابراین ممکن است به این مراسم تن ندهید همچنین ممکن است بیشتر زمینی ها از نظر فیزیکی روانی و عاطفی بسیار خشن باشند طبیعت بسیار حساس شما ممکن است توسط چنین انرژی های خشنی مورد حمله قرار گیرد شما فقط میخواهید با همه کنار بیایید و تا حد امکان مهربان باشید و شفقت شما به کاهش تنش های جهان کمک می کند و کل جهان را به مکانی آرامتر تبدیل می کند. ممکن است روابط زمین را گیج کننده بیابید و با فناوری و انرژی درمانی احساس راحتی کنید. اگر مردمانی از ستاره دیگری را بیابید، خیشاوندی را که به دنبال آن هستید، کشف خواهید کرد. از آنجایی که افرادی که از سیارات دیگر هستند، خجالتی و بی‌دست و پا هستند، ممکن است لازم باشد به جایی که این افراد از سیاره دیگر معمولا جمع می شوند بروید. مانند رویدادهای آنلاین، دوره های کامپیوتر، کنفرانس های علمی تخیلی، سفرهای قواسی و کلاس های ریکی.